بیننده این سوال کردن از میگه اگه کسی برای خودش بخواد به خاطر لاغر شدن بعضی از رقص رو انجام بده برای خودش آیا درست است یا نه؟ در واقع ببینید چیزی که ممنوع هست اون است که زنی جلوی دیگران مردای نامحرم اون رو ببینن و میرقصه، اما اگه زنی برای شوهرش برقصه، برای خودش تنهایی برقصه، هیچ ممنوعیتی نداره. اما بحث آهنگ، گوش دادن به آهنگ و موسیقی و اینها، قبلا هم ما حکم موسیقی رو گفتیم، چه بخواین که برقصی و لاغر بشی یا نه، همه اینها خود آهنگ و موسیقی گوش دادن، عرض کردم که جمهور فقها اون رو جایز نمیدونن، اما برخی از فقهای دیگه هستن که تقسیم کردن آهنگ و موسیقی رو. بعضی رو گفتن که اگر موسیقی همراه نباشه با خلاصه معانی بد، همراه نباشه با خلاعت و زشتی، همراه نباشه به این کسی رو از خود بی خود کنه و خلاصه دعوت به خمر و مشروب و زنا و بقیه چیزهای دیگه ای که وجود داره، اگه همراه نباشه با این حرفا، بعضی از فقها گفتن که اشکال نداره، ولی جمهور فقها که عرض میکنم، یعنی اکثریت فقها، موسیقی رو جایز نمیدونن. فما در مورد اینکه کسی بخواد برای خودش برقصه یا در حضور زنان دیگه برقصه یا در حضور شوهرش برقصه، هیچ اشکال و ایرادی درش نیست. یا همچنین مردا جدا برای خودشون برقصن، هیچ اشکالی در این وجود نداره، ممنوعیتی در شرع نیومده. بعضی از روایات اومده که میگه حبشه کسانی بودند، یعنی اهل مجالس و رقص و پایکوبی اینا بودند، می اومدن در مناسبت روز عید هم بود و بعضی از حرکات موزون و رقص هایی که رقصه شعبی بود، زن نه بلکه مردایی بودند که می رقصیدند و در حضور رسول الله علیه الصلاه و السلام هم ایشون رو منع نکرد و نگفت، گفت که این هم روز عیده، بذار برقصن. و لذا خود رقص یک حکم جدایی داره، مسئله موسیقی مکان مسئله جدایی هست، رقصیدن ممنوعیتی نداره اگر همراه نباشه با اختلاط زن و مرد، اگر همراه نباشه با، اگه زن میرقصه برای در حضور زنان دیگه یا در حضور محارمش باشه، و اگر مرد هست، مرد هم جدا برای خودش برقصه، هیچ اشکالی وجود نداره.